و مجددا انشالله در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم آقای دکتر. بینندگان محترم مجددا سلام عرض میکنم. قسمت دوم گفتگو با جناب آقای دکتر ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو بعد از یک تنفس کوتاه پی میگیریم. آقای دکتر اگر خاطرتون باشه با شهید سلیمانی بحث رو به پایان بردیم. جناب عالی نکته خیلی مهمی و هم نام اسم بزرگوارتون ظریفی رو مطرح کردید و اون این که همیشه دیپلماسی برای میدان خرج کرد نه بالعکس. این حرف خیلی مهمیه. چه چیزی رو نشون میده؟ ما مگه در اصول دیپلماسی یا کشورداری یاد نگرفتیم یا نخوندیم یا قبول نداریم که در میدان عمل حرکتی نمیفته مگر با هدف پیشبرد امور دیپلماتیک؟ چرا در ایران برعکس بوده؟ من از چرچیل خوندم که میگفت جنگ مهمتر از اونه که بسپولیمش دست نظامی ها. عرض کنم به حضورتون که نکته مهم اینه که حتما دستاوردهای جنگ باید در صحنه دیپلماتیک نقد بشه و این حرف درستیه. و خب ما یک نبردی داشتیم برای مبارزه با داعش و این نبرد میتونست هزینه هایی داشته باشه، هزینه های اقتصادی، هزینه های جانی و میتونست منافع دیپلماتیک هم داشته باشه. اون که من گفتم میدان هزینه دیپلماسی بشه، یعنی شما اقدامی رو در میدان بکنید که دیپلمات ها بتونن از اون استفاده بکنن. ما اگر در میدان جنگ اقدامی کردیم که مثلا برای رفع تحریم ها میشد استفاده کرد یا اقدامی از اقدامی خودداری کردیم که برای رفع تحریم ها میشد استفاده کرد، برای کاهش تحریم ها میشد استفاده کرد، خب اون وقت بود که میگفتیم شما از میدان هزینه کردید برای دیپلماسی. به این کار نکردیم، هیچ وقت این کار صورت نگرفته. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت، برای شخص جناب عالی یا برای کل نظام؟ برای نظام. و حتما این رابطه دو سویه نبوده مورد تایید شما نیست، نبودن دو سویه نبودنش. خب طبیعیه که مثلا در مورد داعش گفته میشه که ما برای حفظ اسد رفتیم توی سوریه و برای حالا داعش. ببینید نظر خود شما چی؟ من در شکل‌گیری سیاست مداخله ایران در سوریه حضور نداشتم. زمانی این سیاست شکل گرفت که من در دولت نبودم و در واقع در دوران بازنشستگی من سال 89 بله. و لذا من از جزئیات دلایلی که به این تصمیم منجر شد آگاهی ندارم و درست هم نیست کسی که من به عنوان کسی که همیشه داخل سیستم تصمیم گیری بودم میدونم که کسانی که داخل سیستم تصمیم گیری نیستن به اندازه کافی اطلاعات ندارن که بتونن در مورد صحت. بعدش چی آقای دکتر؟ بعدش من اینو میتونم بگم که ما در واقع بسیار هزینه کردیم از اونچه که میتونستیم در برجام به دست بیاریم، بعد از برجام به دست بیاریم، یعنی بیش از حد لازم. بله، برای اینکه کار میدانیمون رو پیش ببریم. خب منو به تردید میندازه. من بذارید پس منم یه نکته تاریخی بگم. من یادمه که آقای هاشمی هم با خود اسد میانه‌ای نداشت، یعنی میگفت ضرورتی نداره ما برای یک شخص یک خانواده اینقدر هزینه کنیم، ما میتونیم کل ساختار رو حفظ کنیم و تن بدیم. اصلا من بحثم راجع به آقای اسد متوجه فرمایشتون رو من میگم، چون ببینید یه جایی جناب عالی فرموده بودی که من در سیاست منطقی ایران هیچ دخالتی ندارم. نه نگفتم هیچ دخالتی ندارم، گفتم دخالت من نه، بازم اینم نگفتم. سوال کردن به از 0 تا 100 سیاست خارجی چقدرش دست توی، گفتم 0. اینم درسته به خاطر اینکه
سیاست خارجی در یک روندی ساخته میشه. شما قسمتی از این ساخت به اصطلاح تصمیم گیری و تصمیم سازی هستین، دست شما نیست. این دست من اینه که من الان اراده بکنم که فردا این کار صورت بگیره در سیاست خارجی، خب انجام نمیشه مگر اینکه مثلا کشورهای دیگه چطوره. مثلا تقریبا همه جا همینجوره، طبیعی هم هست همینجور باشه. اما من همزمان هم میگم هیچ سیاستی نباید صفر تا صدش دست یه نفر باشه. سیاست میدان هم باید تابع استراتژی کشور باشه. در مورد منطقه مشخصاً چی بوده؟ نبوده اینطور. یعنی سیاست میدان تعیین کرده که سیاست کشور چی باشه. آقای دکتر، بیشتر سفرهای ما در منطقه مردان بسیار محترمی هم هستن. من جا داره که از شهید رکن‌آبادی یاد کنم که به نظر من حدسم نگرانیم اینه که اون فاجعه منا برای کشتن ایشون اصلا درست شده بود و طراحیشون. من این حدس رو داشتم. نه، من فکر نمی کنم. من معتقدم تا وقتی که با دلایل انسانی میشه یه قضیه‌ای رو توضیح داد، نیاز به توری توطئه نداره. به هر حال من فکر میکنم یا دزدیدنش بردنش یا شهیدش کردن. این نقطه حالا بعدها معلوم خواهد شد. ولی بیشتر سفرهای منطقه ما مردان امنیتی هستن، با همه احترامی که قائلیم برای بیشتر سفرهای ما در عراق. بیشتر ساختار وزارت امور خارجه ما ساختار امنیتی. آیا همه علت... جای دنیا اینطوریه؟ علت... نه نه نه، علتش اینه که وزارت امور خارجه ما از وقتی چشم باز کرده بعد از انقلاب مواجه با مسائل امنیتی بوده. یعنی بحرانهایی که ما داشتیم و دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده از ابتدای انقلاب دستور کار سیاسی امنیتی بوده، هیچگاه دستور کار اقتصادی واسه وزارت خارجه تعیین نشد. و برای همین هم در ابتدای کار وزارت خارجه در دهه 70 شمسی اصلا معاونت اقتصادی وزارت خارجه رو تعطیل کردن و به جاش معاونت‌های منطقه‌ای درست کردن که گرایش اونها هم بیشتر سیاسی امنیتی بود. آقای دکتر، من یه خورده به نظرم میرسه که حضرت عالی دارید سعی میکنید امر واقع رو تئوریزه کنید. حالا من امر واقع رو دارم تبیین میکنم، تئوریزه نمیکنم. بله، یا تبیینش کنید. ولی ببینید، من یادم میاد که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی، هر وقت اراده میکرد روابط ایران و عربستانی رو که از زمان تشکیل عربستان و قبل از تشکیل عربستان از طریق دولت عثمانی ما این داستان رو داشتیم تو منطقه، این مسئله تاریخی ماست که منطقه رو روابط بین المللی ما اثر گذاشت، این اثر تعیین کننده بوده. و روابط بین المللی ما رو منطقه باز، یعنی اهمیت منطقه بیش از وزن واقعیش بوده. ببینید، یعنی وقتی ما با عربستان مسئله داشتیم، عربستان بیش از وزن واقعیش تونسته جهان غرب رو علیه ایران بشه. بذارید من توضیح بدم من چجوری میبینم. ببینید، ایران یک کشوریه، هم از نظر جغرافیا، هم از نظر منابع، هم از نظر جمعیت، از مجموعه نظرات یک تفوقی نسبت به منطقه داره. طبیعی است که کشورهای دیگه منطقه هم نسبت به ایران نگرانی داشته باشن، هم حسادت داشته باشن. هر دوی اینها وجود داره. در زمان شاه ایران و کشورهای منطقه جزء یک تریبیوت بودن یا جزء یک درخت بودن. هیچ وقت هم روابطشون حسنه نبود. حسنه نبود، اما به عنوان شاخه های رقیب یک درخت با همدیگه تعامل میکردن. در نهایت به همون درخت ختم میشدن. بعد از انقلاب این درخته شکسته، یعنی ایران خودش رو جدا کرده. بنابراین اتفاقاتی که افتاده اتفاقات غیر طبیعی نیست. باید تو منطقه نگرانی باشه. اون چه که غیر طبیعیه اینه که کشورهای منطقه ما احساس کردن که امنیت رو میتونن کماکان از بیرون منطقه بخرن. گذشتش فرق کرده، این منطقه با گذشته که همه شاخه های یک درخت بود الان فرق کرده. الان باید یه نظم متفاوتی واسه منطقه. بله، ولی من فکر میکنم ممکنه که به نظر برسه که به هر حال حضرت عالی هیچ مسئولیتی برای طرف ایرانی قائل نیست. نه، حتما قائلم. نه نه، اصلا اینطور نیست. من اینجوری نگاه میکنم به مسئله که آقای هاشمی با امیر عبدالله یه رابطه شخصی به هم زده بود و این مسائل رو تخفیف میداد. من میفهمم مسائل ژئوپلیتیک و استراتژیک رو نمیشه با یه تلفن یا رفاقت حل کرد، ولی همونطور که همون کاری که شما در برجام کردید ما تو مسائل منطقه‌مون میتونستیم بکنیم. یعنی اشغال مثلا، یه سوال، حمله به سفارت عربستان به نظر شما
غیر مسئولانه نبود؟ حمله به سفارت عربستان به نظر من خیانت بود. خدا خیرتون بده. من سوالم همینه. یعنی بیشتر مردم میگن که خب چرا این حمله شکل گرفت؟ بعد من اعتقاد دارم، واسه همینه دارم عرض میکنم. میفهمید؟ از روزی که برجام امضا که نشد، از روزی که برجام نهایی شد، یعنی از 14 ژوئیه 2015 یا 1394 مرداد 94 23 تیر 94 تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016 یا 26 دی 94، حدود 6 ماه. شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکنی، فقط کافیه مرور بکنی. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن 2 کشتی آمریکایی بود، ولی اولینش اونا نبود. اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. اون سفر تحت کنترل شما نبود؟ خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. خب نه به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار سلیمانی. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه. تو حرف بسیار سنگینی میزنی. حرف بسیار سنگینی میزنه. یعنی فرمای شما اینه که اراده روسیه که ضد منافع جمهوری اسلامی ایران بود، که شما تجلی دهندش بودید، تونست سردار سلیمانی رو بکشونه به مسکو. سردار سلیمانی چندین خیلی حرف مهمه. ببینین من وقتی بحث این میکنم که شورای من بحث شما بردی میکنم که شورای امنیت ملی 5 عضو رای دهنده داره به غیر از سران قوا، و این 5 عضو هر کدوم نماینده یک جا هستن. عرضم اینه که هیچ کدام از این نکات نباید تعیین کننده باشه. سردار سلیمانی در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماهای دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدیتر حضور پیدا کنند. در همون زمان در سفر آقای لابروف به ایران، در حضور من ملاقاتی رو درست کردم که آقای سلیمانی با آقای لابروف ملاقات مفصلی داشت. خب آقای سلیمانی شخصیت بسیار قوی هم بود و بسیار تأثیر گذاشت بر لاوروف. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره امضا وقتی برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجور که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. خیلی حرفای مهمیه. بله. روسیه از نگاه کنید، این آقا آقای لاوروف نیست. آقای لاوروف که نیست چی؟ این آقا اون وقت فکر میکنم، الان فکر میکنم سفیرشون در وین، اون وقت فکر میکنم سفیرشون هم نبود در وین. همین کوتاه قده. همین که بغل من، بین من و آقای وزیر خارجه. بله دیگه. بله وقت بله. انگلیس وایساده. بله دیگه، جلوی پرچم میشه. بله. آقای لاوروف رفت. از یک هفته مانده به چی شد روسیه اینطور عصبانی بود؟ اینطور شد که روس‌ها فکر نمی‌کردن برجام به نتیجه برسه. یه اقدامی کردن در مورد غنی‌سازی. ما گفتیم ما غنی‌سازی رو برای نتنز رو برای بوشهر آمریکایی‌ها در ژنو پذیرفتند که غنی‌سازی مطابق با نیازهای ایران. ما خب مشخص بود اصلا نتنز برای 54,000 سانتریفیوژ IR-1 درست شده بود، یا P1. سوی P1 3 بود. 54,000 تاش 160,000 سو، 170,000 سو تولید می‌کرد که معادل یک سال استفاده بوشهر در سال. در سال، یعنی نتنز فقط میتونست کل بوشهر رو بده، اونم با P1. با IR-1 نتنز هم نمیتونست بوشهر رو بده، چون IR-1 سوش 1 بود.
اما به هر حال نطنز برای بوشهر ساخته شده بود. خب ما هم گفتیم وقتی آمریکا با آمریکایی‌ها توافق کردیم که غنی‌سازی برای مصرف، گفتیم خب میگیم بوشهر. روسیه اولین ضربه‌ای که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشهر رو مادام العمر میدم. ما گفتیم در مذاکره که خب بوشهر رو روسا لطف میکنن مادام العمر میدن، اما ما نمیخوایم همیشه متکیه به خارج باشیم. روسیه اومد ضربه دوم رو به ما زد و گفت من هیچ وقت اجازه نمیدم شما از سوخت خودتون برای بوشهر استفاده کنید، لایسنس نمیدم به سوختتون. طبق قرار داده بوشهر این اجازه رو دارن؟ 10 سال، نه همیشه. به هر حال این روند فکر نمی کردن. ببینید روسیه، پس مقاومت ها بیش از اونی بوده که ما فکر میکردیم یا مردم فکر میکردن. حالا من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، معتقدم هستم که رابطه ما توازن قوا، نه اصلا من حالا آقای حسینی میدونه من از مخالفان جدی تفکر رئالیستی هستم. هیچ ارادتی نه با آقای مورگنتا دارم، نه با آقای کنت والت دارم، نه به دیگر رئالیستا، و همیشه هم در طول زندگی دانشجویی و علمی و سیاسیم جلوی این تفکر ایستادم. دلیلم دارم براش، هم دلیل تئوریک هم دلیل عملی. اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدنه، در سالهای آینده میشه قدرت اول، بلذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. چرا که اگر روابط ما و غرب عادی سازی بشه روسیه دو ضرر میبینه. یک این که اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه بود. وقتی ایران میاد اولویت میشه، اولویت‌های دیگه میره به مراحل بعدی. یک. دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن. بازم من تکرار میکنم واسه اینکه وقتی جایشو نبرن، من اعتقاد، ببخشید منظورتون یه جای فیلمه دیگه، ما راجع به شکنجهگران صحبت نمی‌کنیم. اصلا بریدن ما فقط در حد فیلم قبول داریم، به جز اون اصلا ما که شأنمون عجل دست بریدنه. بله ببخشید. عرض بنده اینه، ما باید با چین و روسیه رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با غرب رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با آمریکا تنش نداشته باشیم. من کلماتمو با دقت انتخاب میکنم و اینا مبنای تئوریک داره، همه عرایض بنده فقط عملگرایانه نیست، مبنای تئوریک داره. خب روزها فکر نمیکردن برجام به نتیجه برسه. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه، شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن. مثلا یه 10 میلیون به آرایتون اضافه میشه. نه اینو من نخواهم گذاشت شما پخش کنین که من رأی بگیرم. در هفته های آخر این برجامی که آقای توکلی میگه من نخوندم، ما دیدیم ما با آمریکایی‌ها در مورد همین این مکانیزم بازگشت که اونا بهش میگن به غلط اسنپ بک و ما هم باور میکنیم، ما با اینا به یک عباراتی رسیده بودیم. آقای کری اومد و به همکاران من یک عبارت جدیدی رو نشون داد، قوی اجلاس شانگهای. بله بله. عبارت جدید که هنوز نذاشتن ما عضوش بشیم، علتش هم ناظر هستیم، علتش هم اینه که اینها ملاحظات ژئو استراتژیک برای شانگهای اونچنان ندارن. ملاحظاتشون چیز دیگه است، علارغم اینکه شانگهای یک کانتر الایانس، یک ضد ائتلافه. حالا برگردم من به حرف خودم، یه عکسای نشون میدین منو. بله بله. دو هوایی میکنم. بله. عرض کنم به خدمتتون که راجب نقش روسیه و اینکه اراده ای نداشت برای اراده نداشت ها راجب اسنپ بک، راجب بازگشت، ما با یه متنی رسیده بودیم.
یا هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من، گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافقیم. خب همکاران من و انزه من سابقه سازمان مللی نداشتن، دیده بودن متن بدی نیست، آوردن واسه من. من متن رو نگاه کردم، بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکنه. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت مجوز بگیریم، رأی بگیریم که برجام ادامه داشته باشه. یعنی روسیه پیشنهاد کرده، پیشنهاد روسیه و فرانسه. حالا آقای دکتر اگه این دوستان ما عکس‌ها رو نشون بدم، ما عکسو برگردیم، عکسی که هر رهبری، هر وزیر خارجه پای پرچم خودش ایستاده. حالا بذار من اینو بگم. بله بله اینو بفهمید، چون من میخوام راجع به تک تک اینا سوال کنم. بله. حالا میگم واسهتون، غیر از اون ضعیفه البته. نه اون ضعیفه خیلی هم قویه بود. بله. یعنی من به ایشون گفتم، اونی که بهش گفتم هرگز ایرانی رو تهدید نکن، به ایشون. بله بله بله. سر دعوام با او آقا، با آقای لاوروف، نه بغلی، با وزیر خارجه انگلیس در مورد منطقه و در مورد موشک و در مورد سلاح ایران. بله. که من به ایشون گفتم هرگز ایرانی رو تهدید نکن، چون گفت اگه توافق نداشته باشیم دیگه مذاکره تمومه. گفتم من تهدید میکنی؟ مذاکره تمومه، هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکن، پاشیم بریم. این اصلا دعوا سر این بود. ایشون هم تازه اومده بود، نمیدونست با چه کوفتی طرفه و گرفتار میشه. روسیه این متن رو آورد، آمریکا از خدا خواسته. یعنی ما هر 6 ماه یه بار نه فقط وابسته به این 5 تا عضو دائم می‌شدیم، بلکه به اون 10 تا، چون هر قطعنامه 11 رأی مثبت می‌خواد تا تصویب بشه. یعنی من هر 6 ماه یه بار باید می‌رفتم عین 15 تا قدرت رو می‌دیدید، هر 15 تا رو می‌دیدم 11 تا از جمله جمهوری دومینیکن 11 تا رأیم می‌گرفتم، تا اینکه قطعنامه های قبلی منتفی باشه. میدونی الان چیزی که ما گرفتیم، آمریکایی‌ها دوباره بهش اذعان کردن تو نامه اخیرشون بعد از اینکه تو شورا شکست خوردن، اینه که قطعنامه ها الالعبد منتفی شده، اگر یه اتفاقاتی بیفته یک روندی رو طی کنن میتونن برش گردونن. اینجوری این نبود، قطعنامه ها 6 ماه منتفی میشون. این متن روسیه و فرانسه نوشته بود. چرا روسیه منافعش اینطور بود؟ منافع ببینید، خب. روس‌ها وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی در 3 ماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند، در 3 ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت اصلا هدفش این نبود که غنی سازی نگیریم، ما هدفش این بود که توافق نشه. در 3 ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه، تمام قد اومد میدون، تمام قد اومد میدون تا روز آخر. شب آخر قبل از تظاهرات، که واسه اینکه این عکسو متوجه بشین چیه، شب آخر قبل از توافق، میگم تظاهرات، من بردی توی حال و هوای دهه 70 میلادی. شب آخر من نشسته بودم تو رستوران، دعوا سر، میدونی که ما تعداد زیادی از افرادمون تو قطعنامه های قبلی تحریم شده بودن و ما میخواستیم اینا رو هرچی بیشتر میتونیم در بیاریم. خب بعضی هاشون تحریم تسلیحاتی بودن، بعضی هاشون تحریم موشکی بودن، تحریم های هسته ای رو توافق کردن همه رو در بیارن. خیلی جالبه شما بدونین قطعنامه به بهانه هسته ای رفته بود زمان آقای جلیلی، ولی موضوع موشکی، موضوع تسلیحاتی به هسته‌ای ربطی نداره، اضافه شده بود. اگر ادامه پیدا میکرد آقای جلیلی که 6 ماه دیگه میخواست به توافق برسه، من به شما اطمینان میدم که حقوق بشرم بهش اضافه کرده بود. یعنی این توافق آقای جلیلی از همون از قضا سرکنگبین صفرا فزوده، یعنی روغن بادام گرمی می بود، روغن بادام خشکی می فزود، از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. آقای دکتر، خب حالا آقای لاوروف، شب قبلش ما داشتیم هی چانه می زدیم، من مجوز داشتم،
رفتم تو یکی اومد گفت آقای کری گفته دیگه من بیش از این نمیتونم موافقت کنم. من تو رستوران نشسته بودم داشتم شام میخوردم با بچه ها، گفتم خب من میام الان اتاق آقای کری. رفتیم دیدیم ای دل غافل، آقای لاوروف نشسته، آقای کری نشسته، خانم موگرینی هم نشسته، آقای لاوروف اومده اونجا که باید جلسه رو متوقف کنیم. حالا از اون طرف هم کنگره آمریکا گفته اگر تا این تاریخ به نتیجه نرسید من تحریمایی که دیگه رئیس جمهور اجازه نداره برگردونه تصویب خواهم. رفتم اونجا، کری به من گفتش که ببخشید از نظر دیپلماتیک میپرسم، شما مثلا سرزده رفتید؟ نه دیگه، چون همکارش اومده بود من پاشدم رفتم. یعنی اونا ابایی نداشتن که آقای لاوروف و آقای کری در حال مذاکره راجع به ایران رو با شما برید تو؟ حالا دیگه ابا داشتن یا نداشتن دیگه اتفاق وقتی افتا. من آقای تو نوشتید اینا رو اتاق آقای کری؟ نه هنوز. اتاق آقای کری نزدیک رستوران بود. بله پاشدیم، من پاشدم رفتم به سمت، گفتم میام خودم دیگه، بریم با خودش صحبت کنیم، نگفت به من کسی پلوشه. من رفتم و معلوم شد که آقای لاوروف رفته کری و موگرینی رو صدا کرده، گفته که من باید پاشم برم دیگه، من دیگه از الان نمیتونم، میرم پنجشنبه برمیگردم. یعنی چهار روز این وسط و خیلی هم کار مهم میداشت، نهار داشت فرداش با آقای اسلام کریموف رئیس جمهور قرقیزستان ازبکستان. بله من رفتم اونجا بود، دیدم اینا نشستن و کری به من گفتش که خب چی میگی؟ گفتم من واسه این قابل قبول نیست، من این تعدادی که تو میگی من نمیتونم بپذیرم. لاوروف گفتش که خب پس تو که دستورالعمل نداری، پس ما بریم تا تو بری دستورالعمل تو بگیری. گفتم به تو هیچ ربطی نداره، با همین لحن، یعنی یک لحن بسیار بی‌ادبانه و غیر دیپلماتیک، خیلی غیر. من آخه با لاوروف از سال 1994 رفیقی که اون موقع که اونم سفیر بود. آره اون وقت من معاون بین الملل بودم، لاوروف اونا معمولا سفراشون رو میکنن وزیر خارجه. آره بله، البته ما سفیرمون رو بیکار کردیم. بهش گفتم یعنی یک عبارت بیادبی هم به کار بردم، فقط نان آف یور بیزنس که به تو ربطی نداره به کار، یه یو بسترد هم اضافه کردی. نه یه چیزی بین بیزنس و نان آف یور اضافه کردم که هم حدودا بود. بله ولی بله خب بله. اصلا قابل ذکر نیست اگه تو آمریکا، حداقل از طرف جناب علی، بله من میتونم نه شما ممید. بله خلاصه اینجا جنگ معلومه. آقا خانم شرمن، من تنها رفته بودم ولی اونا همشون با مشاورینشون بودن، معاون کری گفت ما بریم بیرون، خود فقط رؤسا بمونن. من گفتم به تو چه ربطی داره که من اینستراکشن دارم، دستورالعمل دارم یا ندارم؟ او به من ربط داره، من هر وقت صلاح دونستم دستورالعملمو میگیرم، الانم من اجازه ندارم اینو بذارم. گفت داری وقت منو تلف میکنی. گفتم چی دارم وقت تو رو تلف میکنم؟ شما اون چه که من میخوام به هم بدی، من همینجا میرم دستورالعمل هم بگیرم. کری اینجا به حمایت از من در اومد، گفت جواد تا حالا حرفی نزده که اجرا نکرده باشه، لذا بعد من با فاصله چند دقیقه از آقای کری 7-8 نفر دیگر رو از لیست خارج کردم با فشاری که آوردم با همون اون فوش و فوشکاری، و بعدم رفتم تو اتاقم، من دستورالعمل داشتم، اومدم و گفتم خیلی خوب قبوله. اینا هیچ کدوم منتشر نشده تا الان این بحثات. اینا هیچ کی منتشر. آقای لاوروف گفته بود من فردا ظهر با چیز کریموف نهار دارم. اومد، حالا من نمیدونم دوستان عکسشو دارن یا نه، رفتیم سر یک میز نشستیم همگی و در اون میز، اون میزیه که آقای کری توش خاطره جنگ ویتنام رو تعریف کرد و گریه کرد خودش سر میز نهایی کردن برجام، همون میزی که این امضاها رو کردن. امضام نیستا، اینا یادگاریه، یعنی هر کس واسه این که توی سوابق خودش داشته باشه یه نسخه در آورد امضا گرفت. بعد آقای عراقچی و روانچی هم گفتن ما هم یه نسخه میخوایم که من به فارسی واسه اونا نوشتم تقدیم به عباس آقا و مجید آقای عزیز، لذا اصلا امضا نیست، اونا نسخه یادگاری. اونجا این کار کردیم، جلسه تمام شد، یه عکس جمعی تو اون جلسه داریم، یه عکس جمعی بعدش داریم،
بعد دیگه میرفتیم تو سالن اصلی که اون عکسو دیدین. آقای لاوروف چون گفته بود من با کریموف نهار دارم، درسته که به نهار نمیرسید، به شام دیر وقت میرسید، ولی پاشد رفت. یعنی ما این شرایط رو داشتیم. خب ببخشید آقای سلیمانی، برگردیم به اصل قصه. این قصه تا اینجاش که واقعا و وقتی آقای لاوروف برگشت مسکو، مورد حمله روزنامه های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلط توی دامن غرب. خب آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود، در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفتم ما عبور کرده بودیم. یعنی روس‌ها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمشو گرفته بود. یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد. ببینین پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. ما تا اون زمان هیچ اونقدر شهید نداده بودیم، درگیر نشده بودیم. اصلا نیروی زمینی ما نداشتیم اونجا. نیروی زمینی که اونجا داشت میجنگید سوری‌ها بودن، اعراب بودن، لبنانی‌ها بودن، چید بود، حد اکثر افغانی‌ها بودن. یعنی داوطلبانه نیروی ایرانی نبود. روسیه میتوانست از دریای مدیترانه سوریه رو بزنه، بندر ترتوس بزنه، چون اونجا بالاخره روسیه ابرقدرته، موشک قاره پیما داره. چرا از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد برچه، همه هم نقض قانون اساسی بود. حالا من اونشون نمیدونم نقضه. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود. آقای دکتر بعد از اون من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد، در اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد، ولی چون شما خواستین همه چی بماند، در جوان ما ژانویه 2016 برجام رو توافق کردیم، یعنی برجام عملیاتی شد. ژوئیه 2015 برجام توافق شد، ژانویه 2016 یعنی دی 26 دی 94 برجام اجرایی شد. از 26 دی 94 ما وارد خرید هواپیمای بوئینگ و ایرباس شدیم و خروج ایران ایر از فهرست تروریستی آمریکا که بتونه هواپیما بخره. خب در جوان 2016 یعنی در خرداد 95 آقای کلی به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم تا امروز پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. من گفتم این میشه؟ اصلا پرواز به سوریه رو ماهان انجام میده، ایرانه رو انجام نمیده. رفتم به آخوندی گفتم، وزیر راه بود اون زمان، گفت نه هم چیزی نیست. آخوندی رفت به پرورش کن، پرورش اون وقت رئیس هواپیمایی بود. پرورش گفت درسته، حاج قاسم فشار رو برده، ما پروازامون رو به سوریه زیاد. ببخشید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این اجازه رو داشت که بدون نظر وزیر راه؟ هواپیمایی کشوری نبود، رئیس هما بود پکر. دیگه بدتر حالا کرده بود دیگه، گفت حاج قاسم اوایل انقلاب آیت الله حسنی گفته بود این آقای تاچر توی سخنرانی
خب بعد یکی محافظش مثل محافظه جنابالی در گوشش میگه حاج آقا ایشون خانم میگه دیگه بدتر. من فکر کردم آغاز روش واسه ما زیاد کرد. آقای دکتر مدیر عامل همام مگه اجازه داره که من که عرض کردم وقتی که میدان تصمیم گیر باشه این میشه. این نشانه حالا... این شکاف در درون دولت. حالا حالا به هر چی آقای پرورش گفته بود به من فشار آوردن و من اجازه دادم که این پروازها اضافه بشه. خب من هفته یه بار حاج قاسمو میدیدم. اون وقت فکر میکنم یه شنبه بود. آخری ها سه شنبه شده. ما خیلی با هم رفیق بودیم. بهش گفتم با قاسم جان چرا این کارو میکنی؟ خب به ماهان برو. گفت خب ما امن‌تره. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد. و هیچگاه چیزی هم نگرفت. چی گرفت؟ یعنی متقابلا بگین شما. شما به نظرتون می‌ارزید این وضعیت؟ نه. این؟ خب حالا به جای هما با ماهان می‌رفتیم چی می‌شد؟ اینها بود که پالس‌هایی رو فرستاد که آقای دکتر الان جناب عالی نکته بسیار مهمی رو دارید میگید. حالا دیگه من گفتم من اینقدر حرفای بد می‌زنم که شما می‌فرمایید که گروهی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای اینکه برجام موفق نشه با دشمنان استراتژیک ایران یا رقبای استراتژیک ایران دست به یکی کردن که برجام شکست بخوره. من این نمیگم. تایی فرمایش نه خیر نه خیر اصلا من این نمیگم. من میگم وقتی که آقا الان اگر امت همیشه داوری بخوان کنن امت همیشه در صحنه این رو گوش کنن من بفرمایید من هنوز حی و حاضرم. وقتی که میدان بخواد تصمیم بگیره به جای یعنی اهداف میدانی بخواد حاکم بشه بر استراتژی کشور این میشه که میتونن با ما بازی کنند. یعنی نه 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 من نمیگم آقای سلیمانی رفته دست به یکی کرده با شما میفرمایید ماهان هست از به خاطر اینکه استفاده از ما لجبازیه. نه 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 اصلا لجبازی نیست. اون میگه چون میدان اصله اگر 2% هما امتر از ماهان باشه باید از هما استفاده کنم. حالا اگه این میخواد 200% به دیپلماسی ضرر بزنه باشه. خب اون فرمانده یه کل چی؟ اون فرمانده مرکزی؟ این مگه شورای عالی امنیت ملی رئیسش رئیس جمهور نیست؟ اصلا اینها در شورای عالی میگم وزیر راه خبر نداره چه برسه رئیس جمهور. آقای دکتر این همون حاکمیت دوگانه لنینه. نه خیر این حاکمیت دوگانه نیست. این حاکمیت میدان است. یعنی حتی یگانه حاکمیت یگانه است. میدان تصمیم میگیره. علتی که من هی تکرار میکنم 5 عضو رای دهنده شورای امنیت ملی داره یکیش نظامیه ولی اون تصمیم گیرت نهاییه نیست الان عملا این در شرایطیه که شما اختیار تام میدی به میدان در عمل دیگه برونداد خروجیش آوتپوت اینا هر به هر زبانی که بگین خواهش میکنم به 5 تا زبان دیگه هم شما کمک کنید. اینه که این یک آنارشیسم رو بازتاب میده. نه اصلا اینطور اصلا اینطور نیست. این یک واقعیت رو نشان میده که دیپلماسی و که آنارشیستی اوضاع نه خیر که دیپلماسی به عنوان ببینید ما مشکل من با تفکر رئالیسم ما نگرشمون نسبت به روابط بین الملل نگرش جنگ سردی است. معتقدیم آن کس که در میدان قوی است در صحنه بین المللی قوی است. معتقدیم هنوز ما سیاست قایق‌های توپدار معتقدیم. هنوز باور نکردیم که اقتصاد هم نقشی دارد در قدرت. هنوز باور نکردیم که دیپلماسی هم نقشی دارد در قدرت. هنوز باور نکردیم که انسجام ملی هم نقشی دارد در قدرت. ما قدرت رو داریم تک ساحتی میبینیم. چون قدرت رو واسه همین من هی مثال شورای امنیت میزنم. میگم چرا شورای امنیت 5 عضو رای دهنده داره؟ به خاطر اینکه نویسندگان قانون اساسی ما قدرت رو 5 ساعتی دیدن، تک ساعتی ندیدن. اما ما داریم در عمل قدرت رو تک ساعتی میبینیم. در تبلیغ صدا و سیما قدرت رو تک ساعتی میبینیم. مردم ما قدرت رو تک ساعتی میبینن.
این که میگم مردم انتخاب کردند، مردم اون قدرت رو پسندیدن، اون قدرت رو دیدن، حاضر شدن قدرت‌های دیگر رو فدای اون قدرت بکنن. انتخاب این فراموش نکنید. این یک انتخاب ممکنه من دلخور باشم چرا وضع اقتصادیم خوب نیست، اما انتخاب کرد. آقای دکتر ظریف، ما عکس اون خانومی که هم شما رو متاثر میکنه هم منو دیدنشو داریم اینجا، که وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور شدن، من یادمه اولین اثرگذاری شما در صحنه‌ای که حالا من یادمه، یعنی بزرگ خیلی بلند کردن اون اکسیژن اون خانومی بود. نه 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 نه، این عکسه. نه من یادمه شما اون شبی اون توییتی که کردید که آن آقایی که معتقد به نابودی اسرائیل بود، آن آقایی که ادعا می‌کردند معتقد به نابودی اسرائیل، رفته خونشه. این مثل توپ در ایران در دنیا ترکید. این مردم شما، اینا شما رو انتخاب کردن. چرا میفرمایید که آقای روحانی، چرا فکر میکنید که مردم اونا رو میپسندن؟ یعنی تفکر میدانی رو میپسندن. ببینید، بگم دلیل شما، بگم دلیل من صرف نظر از این دوربین به شما بگم، ما در بعد از انقلاب، عصبانی نشو، من الان بهت میگم چرا. ما در بعد از انقلاب یکی از ماتریالیست ترین ملل جهان رو، ملت های دنیا رو درست کردیم که میگن آقا ما فقط و فقط الان هر کس حرف از اقتصاد بزنه میشناسیم. بنابراین اینطوری است که بگیم مردم خودشونو فدای میدان میکنن. من به شما عرض بکنم یا عرض نکنم؟ نه، خواهش میکنم جناب عالی باید صحبت کنید. ببینید، شما مراسم تشییع، من اونجا بودم. خیلی خوب، من اونجا بودم. خیلی میگین اون وقت داشتید یک سردار شهید رو بدرقه میکردی. من قتل مظلومم فجعل الله علی ولیه سلطان. سلطانا ما ولیه اون بودیم. قبل از شهادت چی؟ قبل از شهادت در تمامی نظرسنجی هایی که ما داشتیم از حدود سال 96 تا سال 99، محبوبیت من از نزدیک 90% اومد به نزدیک 60%. محبوبیت شهید سلیمانی در نظرسنجی های مردم رفت به 90%. خب شاید به خاطر این بود که آقای سلیمانی نشون داده بود که داره کارشو انجام میده، ولی ما این کارو نتونستیم بکنیم. یعنی این مصلحت اندیشی ها یا اثری نداشت. من خب اینا توجیهه. ببین عزیز من، اینا توجیهه. واقعیت این است که مردم ما قهرمان بودن در منطقه، مردم ما این رو میپسندن. ما نوکر مردمیم، نوکر همون هستیم که میپسندن. آقای دکتر، ما توی ببینی، من بازم اشتباه نشه، من برای شهید سلیمانی وقتی شهید شد گریه کردم. من تا یک هفته نمیتونستم جلو اشکام بگیرم. هر دفعه که میدیدمش بغلش میکردم، فلاح و خیرون حافظن تو گوشش میخوندم. معتقدم که کشور یک ضربه بی‌نظیری رو تحمل کرد بعد از رفتن شهید سلیمانی. معتقدم که آمریکا با زدن شهید سلیمانی ضربه‌ای به ایران زد که با زدن یک شهر ما ممکن بود نتونه بزنه. اینا اعتقادات منه، همه جام گفتم، حتی تو جمعای خصوصی. اما باید بدونیم ما، مردم ما بین دیپلماسی، خب میدیدن که من دارم خودمو میکشم، میدیدن که از داخل و خارج داره به من ضربه میخوره، میدیدن که من علی رغم همه اینا هنوز رو حرفم وایسادم، میدیدن که دارم هر روز فحش میخورم. چرا؟ به خاطر اینکه همون چیزی که مردم میخوان رو دارم میگم. درست؟ محبوبیت من در نه در نظرسنجی صدا و سیما، در نظرسنجی دانشگاه مریلند از 88% اومد به زیر 60%. محبوبیت شهید سلیمانی از 70% رفت به بالای 90%. من این رو فقط این میبینم، دو تا چیز میبینم. یک، برخلاف تصوری که دوستان ما دارن، صدا و سیما نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی داره. هر کی فکر میکنه جز اینه اشتباه میکنه. دوم این که مردم این گونه قهرمانی رو میپسندند، یعنی مردم هم میدان رو به سیاست، به اقتصاد
به امنیت ترجیح میدن. اگر قبول ندارید توجیه نکنید. مسئله من مسئله نیست که قبول داشته باشم یا نه. من میدونم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنچه توانست کرد که ما در انتخابات 92 و 96 پیروز نشیم. صدا و سیما بذارید صریح بگم، گور باباش که میخواد پخش کنه یا نکنه، صدا و سیما اگر آبرو داشت که شما وزیر خارجه نمیشدید. عزیز دل من آبرو نداره که وزیر خارجه شدید. چطور ممکنه که صدا و سیما در روی کارمدن شما نقش نداشته باشه اما در ملکوک کردن شما نقش داشته باشه؟ کرد. شما... من معتقدم ما یه جا... ببینید بذارید من جواب مخالف یعنی پاسخ مخالفانو بگم. شما میفرمایید من کشور رو در آستانه جنگ و تحریم شده تحویل گرفتم، در پایان سال 99 ما در آستانه جنگ و در حال تحریم داریم تحویل میدیم قدرت رو. ببینید آیا مخالفان شما آیا من کشور رو به جنگ و تحریم بردم؟ احسن. خب آیا دکتر ما اینو نیومدیم به مردم بگیم؟ اینو خب نیومدیم به مردم بگیم. باز چرا آقای ربیعی دیروز اینجا جای شما نشسته بود میگه آقا من مقصرم که نگفتم مشکلات تحریم و آقای علی ربیعی سخنگوی آقای روحانی؟ نه اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید من توی مصاحبه با عصر اندیشه گفتم انشالله که بتونن چاپش کنن، من اعتقاد ندارم که سیاست خارجی موضوع کف کوچه است، اما شده موضوع کف کوچه، درسته؟ بله. آیا در سیاست خارجی فقط قسمت دیپلماتیکشه که کف کوچه است یا سایر قسمت ها میتونه کف کوچه باشه؟ ببینید یک قسمتی از من وقتی میگم میدان حاکمه یعنی میدان حاکمه بر سیاست خارجی، من فداکاری جناب عالی رو ستایش میدان شنکه. میدان حاکمه بر تبلیغات، میدان حاکمه بر اظهار نظرهاست، میدان حاکمه بر همه چیزه. یعنی شما نمیتونید بگید چند نفر تو سوریه کشته شدن، شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده در سوریه. شما نمیدونستید؟ نه نه، شما میدونید که شما میدونید همین هواپیمای اوکراینی، شما میدونید که آمریکا زودتر از من خبر حمله به عین الاسد رو شنید. یعنی آقای نخست وزیر عراق 45 دقیقه قبل از حمله به عین الاسد دو نماینده نیروی قدس رفتن پلوش گفتن ما به عین الاسد، نه به عین الاسد، ما به زودی به یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک خواهیم. این همون یعنی شما در سلسله عواملی که به استعفای 24 ساعتتون منجر شد دارید اشاره؟ نه نه نه، حالا اون که یه چیز دیگه بود. بله سفر اسد به ایران. آره البته اونو من خبر داشتم، سفر اسد به ایران رو من و سردار سلیمانی با همدیگه هماهنگ کرده بودیم، ولی وقتی اوبردنش تو ایران به من نگفتن، من از تلویزیون دیدم و دیدم که عکس همه رو دارن نشون میدن به غیر از عکس منو، و بعد از اون روز من فهمیدم که اگر من استعفا ندم دیگه وزیر خارجه کشور نیستم، کسی دیگه تو دنیا باقالی بار من نمیکنه چه برسه با هم مذاکره بکنه. اما حالا من اونو نمیگم. بعد از شهادت سلیمانی بنده عضو شورای عالی امنیت ملی ام، عضو دائم، عضو رسمی، به قول علمی‌ها عضو پیوسته. خب آقای عادل عبدالمهدی 45 دقیقه قبل از حمله خبردار شد و فوراً با آمریکایی‌ها خبر داد. من دو ساعت بعد از حمله خبردار شدم. آقای دکتر ظریف، من این فداکاری جناب عالی رو که همچنان در راستای مأموریت 42 ساله شما ستایش میکنم که همین الان هم شما دارید خودتون رو در واقع آماج حمله قرار میدید که بتونید آقای دکتر روحانی رو حداقل بر کنار نگه دارید از این حمله و به حاکمیت دوگانه اشاره نکنیم. از نظر من این مر حاکمیت دوگانه است. ولی مگه آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی نیست؟ مگه ممکنه که مگه ممکنه که ایشون بین نظامی ها و سیویل ها از یک طرف یا تو اقتصاد و بین نظامی ها و دیپلمات ها از طرف دیگه هماهنگی برقرار نکنه؟ مگه وظیفه ای آقای روحانی جز اینه؟ در دولت دومشون فکر میکنم یه جلسه ای عکسش نمیدونم بتونن دوستان من نشون بدن یا نه، یه جلسه ای با دوستان و برادران نظامی ما داشتن که از جمله شهید سلیمانی هم
تو اونجایی که من خاطرم از شرکت داشتن بوده. چی مطرح میشد اینجا؟ مگه سخت بود که بگن آقا در مورد هما من باید تصمیم بگیرم، در مورد عین الاسد من باید تو جریان باشم؟ یادتونه سر هواپیمای اوکراینی ما آبروی دولت رو بردیم، بی اعتبار اینا مردم رو آقای دکتر ناامید میکنه از منتخبان خودش، وگرنه من عضو ستاد آقای روحانی بودم هم سال 92 هم سال 96. من که هیچ وقت نبودم ظهر جمعه، ولی من وزیر خارجهش نشدم. بدشانسی من بخوششانسی شما. عرض کنم بزرگتون که من بیرون دولت بودم همیشه. من ظهر جمعه چهارشنبه صبح دارین راجع به اوکراینی صحبت میکنم. چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه، سحرگاه. من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودم. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این، اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس کرد. جلسه 4 نفر 5 نفر بود، دبیر شورای امنیت بود، وزیر راه بود، رئیس ستاد کل بود و بنده. یعنی دو نظامی محترم و دو غیر نظامی محترم. بله همین بود. من که اینو گفتم انگار من کفر ابلیس گفتم. آقای تو بعد از ظهر پنجشنبه من فهمیده بودم اینو. نه همه حدس میزد. من رفتم اونجا گفتم آقا، گفتن نه. یعنی چی؟ البته همکاراشون بودن، همکارای آقای شمخانی اینا بودن، ولی من تنها بودم از وزارت خارجه. یعنی چی؟ شما چجوری القاعات امپریالیست؟ آره القاعات امپریالیست. یا آقای خسروی اینجوری گفت یا بیمم چی. بعد خب برو توییت بزن تکذیب کن. گفتم ببینین من وزیر خارجم، من قراره که بیام توجیه کنم، اما دیگه کسی حرف منو نمیخونه. سرلشکر باقری یک بیانیه بده، من بیانیه سرلشکر باقری رو توییت میکنم. یعنی حتی برای اون وقتم تایید نکردن. اون چه که باعث جلسه رو بستن، جلسه رو تموم کردن، گفتن حالا ما یه نفر رو پیدا میکنیم تو نیروهای مسلح که این حرف رو بزن. گفتم نه، سرلشکر باقری بگه من دنبال میکنم. رفتن آقای شمخانی و سرلشکر باقری رفتن بالا، من و آقای اسلامی پایین واسهیم نماز خوندیم، وقت نماز ظهر بود، واسهیم نماز خوندیم. من سلام انداختم پایین رفتم خونه، آقای اسلامی رفت بالا. حالا آقای اسلامی علی‌القاعده میدونسته اون وقت، به خاطر اینکه بالاخره ایشون اطلاعات داشته دیگه. ولی ایشون هم به شما نگفت؟ هیچ کس به من. آقای رئیس جمهور؟ من آقای رئیس جمهور رو نمیدونم. بعدا آقای شمخانی به من گفت که من آخه بعد از اون مدت‌ها دیگه بعد از اون من شورای امنیت نرفتم. چرا آقای دکتر روحانی محمد اسلامی رو در جا اخراج نکرد؟ حالا من دیگه اینا رو نمیدونم. من اینجا اگه میدونست. من نمیدونم میدونست یا نه. خب همین دیگه. من میدونم. البته آقای مهندس اسلامی یکی از بهترین وزرای ماست. بله. اشتباه نشه. نه منم خوب میشناسم ایشونو. خیلی وزیر خوبیه. ولی من اینو خدمتتون عرض کنم. بنده وزیر خارجه وقتی من میگم میدان حاکمه اینه، میدان حاکمه. بنده به عنوان وزیر خارجه حتی حق ندارم بدانم که موشک خورده به این، در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه. صبح چهارشنبه میدونستن؟ نه شما حدس میزدی. نه اونا خودشون که میدونستن چی چی میکردن. حالا واقعیت امر آقای حاجی زاده ظاهرا گفتن که من همون موقع متوجه شدم. حالا
متوجه شدن نشدن، ظهر جمعه به وزیر خارجه گفتن اینجوری، ساعت 2 بعد از ظهر جمعه به آقای عراقچی زنگ زدن گفتن ما به زودی خبر خواهیم داد، که 10 شب جمعه جلسه گذاشتن پلو رئیس جمهور، اون وقت هم ندادن، 7 صبح شنبه دادن خبر رو. و من به عنوان اولین نفر در جمهوری اسلامی بعد از اینکه خبر رادیو خون رفتم عذرخواهی کردم از مردم خودمون و دنیا. من یادم آقای ربیعی اون روز گریه میکرد. شما تو جلسه 110 شب جمعه که نبودید؟ چرا بودم؟ جلسه شورای امنیت بود. اونجا نگفتید، صحبت نکردید، اعتراض نکردید با آقای رئیس جمهور؟ آقای رئیس جمهور یک کلمه نگفت. آخه این چه بساطیه؟ ببینید ما آقای دکتر ممکنه به دنیا اومدن یک کسی رو پنهان کنیم، مردنش که نمیتونیم پنهان کنیم، سقوط هواپیما رو که نمیشد پنهان کرد. عزیز من بازم شما هنوز داری در یه حوزه توضیح میدی که من با یک کلمه جواب دادم. در جمهوری اسلامی میدان حاکمه. منم مخاطبم شخص جناب آقای وزیر خارجه نیست. من معتقدم آقای رئیس جمهور چی گفته اون جلسه شب ساعت 10 که آقا بالاخره اون جلسه ساعت 10 بیشتر دعوا سر کلمات بود، بوردینگ بود. آقای رئیس جمهور آخرم نظر آقای اونجا افتاد، علارغم نظر آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور چی بود نظرشون که علارغم شد؟ حالا دیگه جمله ای بود، اتفاقا من تو جلسه پیشنهادی دادم، من آخه چون دیپلماتم همیشه تلاش میکنم پیشنهاد بینابین دادم. بله بله. پیشنهاد بینابین من آقای رئیس جمهور رد کرد. من بعد از جلسه رفتم گفتم آقای رئیس جمهور پیشنهاد من رد کردی، ولی تا صبح پیشنهاد اینا میاد بیرون. همونش. چی بود پیشنهادتون؟ اجازه داریم بپرسیم؟ نه به خدا یادم نیست، نه اینکه. بله. اگه متن الان یکی بیاره شاید یادم بیاد. خب این بحث منطقه هم در واقع همین جوریه، یعنی ما میتونیم بگیم توی منطقه به نظر شما تو دولت آقای روحانی اصلا من دستاوردی داشتیم؟ ببینید در مورد منطقه باید انصاف رو رعایت کنیم. وقتی که من حالا بذاریم پس من یه خورده از این ورشم بگم، در مذاکرات افغانستان در سال 2001 میلادی با آمریکا اگر سردار سلیمانی نبود من هیچ دستاوردی نداشتم. در مذاکرات سال 2003 که من با آمریکایی ها داشتم در مورد عراق، دو بار قبل از حمله و یک بار بعد از حمله، باز هم اگر سردار سلیمانی نبود و اطلاعات سردار سلیمانی نبود من دستاوردی در واقع اون تعادلی که در شورای عالی امنیت ملی میفرمایید تو این دو حوزه اتفاق افتاد. اون وقت در شورای عالی امنیت هم اتفاق نیفتاد. بین من که مسئول این کار بودم و سردار سلیمانی ما تونستیم یه هماهنگی، میدان و دیپلماسی، آره، تونستیم یه هماهنگی برقرار کنیم. آقا هم در واقع هماهنگ کننده این هماهنگی بود، یعنی ما رو دستمون رو گوشه بود تو دست هم دیگه، ما با هم کار کردیم. ولی مثلا این اتفاق تو برجام نمیافتاد؟ نه نیفتاد. همین که از طرف آقا میفرمایید؟ نه خب ما همکاری میکردیم و واسه همین حالا میگم بهتون، ولی دست به دست ندادن. واسه همین در سوریه ما مثلا آستانه رو با همکاری به دست آوردیم. خب ولی منفعت آستانه به سوریه رسید، به میدان رسید، به دیپلماسی ما نرسید. اینو از هم مجزا بکنیم، یعنی دیپلماسی اومد در خدمت میدان کمک. در حلب وقتی که میخواستن مثلا زندانی های حلب رو خارج کنن، دیپلماسی اومد در خدمت میدان که ما بتونیم فاها و کفریار هم آزاد کنیم. حالا بذار من داشتم چیزو میگفتم. چیو میگفتم؟ یه گفتم این ورش هم بگم در منطقه رو، در افغانستان نه. 2001 گفتم اینجاها که آقای سلیمانی کمک کرد. وقتی من شدم وزیر خارجه قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه، بعضیا میگن این دولت همه توجهشو گذاشت رو برجام، به منطقه نپرداخت. قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه من شهید سلیمانی رو دیدم. به شهید سلیمانی گفتم با منطقه چی کار میتونیم بکنیم؟ گفتم ما 4 تا حوزه تو منطقه داریم که با عربستان اختلاف داریم، بعد اینا رو یه جوری حلش بکنیم. بحرین، عراق،
سوریه است، لبنان. مرحوم شهید سلیمانی گفت یمن هم هست. من دارم راجع به کیف صحبت می‌کنم. هنوز داستان یمن شروع نشد. هنوز شروع نشد. بله. شهید سلیمانی گفت یمن هم هست. گفتم خیلی خوب. من به سعودی‌ها پیشنهاد بکنم ما بشینیم با همدیگه راجع به این مسائل به حل و فصل برسیم، دعوا نکنیم، به مردم اینجاها کمک کنیم. گفت آره قبول دارم. گفتم میشینیم با همدیگه چارچوب تعیین کنیم که چجوری به راه حل برسیم. ممکن بود تو چارچوب ها به نتیجه نرسیم، اما اصلش رو قبول کرد. من جمله طرح چهار ماده‌ای که من تو سوریه دادم و طرح چهار ماده‌ای که من تو یمن دادم هر دوش با شهید سلیمانی هماهنگ شده بود. یعنی شاید مبدع هر دو شهید سلیمانی بود. اینا رو هم داشته باشیم. گفتم میتونیم این کارو بکنیم. گفت آره. گفتم خب حالا اگه سعودی‌ها گفتن منو قبول ندارن و میگن همه کار سلیمانیه، خودت حاضری بشینی با سعودی‌ها صحبت کنی؟ گفت آره. او من از طریق آقای سلیمان پور و آقای سجاد پور، آقای سلیمان پور معاون مطالعاتی زمان آقای صالحی بود، من نگرش داشته بودم چون کارمند قدیمی وزارت خارجه بود، من میشناختمش. آقای دکتر سجاد پورم که الان همون معاونت رو داره، اون وقت با آقای سلیمان پور همکاری میکرد، استاد دانشکده بود مثل من. فرستادیم اینا داشتن میرفتن مذاکراتی که با سعودی به اصطلاح مذاکرات مسیر دو داشتن، از زمان آقای احمدی نژاد هم بود. حالا اولین جلسه شو دولت جدید بود، مثل مذاکرات با آمریکایی‌ها در عمان که زمان آقای احمدی نژاد شروع شد توسط دکتر صالحی ما ادامه دادیم. این یه مذاکره دیگه‌ای بود ولی با نمایندگان دولت سعودی نبود، با نمایندگان گروه‌های مطالعاتی بود. از طرف سعودی آقای عبدالعزیز سقر شرکت میکرد. ما داریم زمان کی صحبت میکنیم؟ ما زمان ملک عبدالله داریم صحبت میکنیم و آقای عبدالعزیز سقر روابطش با کاخ سلطنتی و با آقای سعود الفیصل روابط بسیار تنگاتنگی بود و حتی اومد ایران سعود الفیصل. یادم میاد دوره ما نیومد، دوره آقای احمدی نژاد. من با آقای سلیمان پور گفتم به سقر بگو که ایران که فلانی پیغام ببخشید سقر با سین و قاف فکر میکنم با یعنی جهنم. حالا ممکنه با غین باشه. بله حالا باید نگاه کنم. بله ببخشید عرض کنم. آره من حالا این رو فکر نکرده بودم. عرض کنم که پیغام دادیم که فلانی به آقای سعود الفیصل ببخشید بنده عزیز جهنم میشه بنده شیطان. رفت و این پیغامو داد که ظریف آمادگی داره که با شما در مورد این پنج حوزه به تفاهم برسه. یعنی بشینیم یه بار سنگا رو وا بکنیم. آره. بله. آره. و اگر شما مقام همسط سلیمانی رو توی این قضیه بیارین، آقای سلیمانی هم حضور داره. چه در ایران چه در جایی که برای آقای سلیمانی امن باشه. در این حد. یعنی وارد جزئیات و پروتکل شدید. خب میدونین جواب آقای سعود الفیصل یه جمله بود. Arab world is none of your business. جهان عرب به شما ربط نداره. در واقع نمیخواست مذاکره. نمیخواست. من رفتم مجمع عمومی سال بعدش، رفتم دیدن سعود الفیصل توی هتلش. که اون عکسمون هم انداختن و خیلی هم به من فحش دادن که چرا اون بالا نشسته و تو پایین نشستی. بند خدا من نشونده بود روی مبل راحتی خودش، چون کمر درد داشت نشسته بود روی صندلی. ولی خب پیرمرد بود، من رفتم دیدنش. من 30 سالم بود سعود الفیصل رو میشناختم. یعنی چون من بچگی اومدم تو این کار دیگه. من فوت شد دیگه. خیلی از قبل از انقلاب بود. بله اون 45 سال وزیر خارجه. بله. من رفتم دیدنش تو هتل، بهش گفتم آخه چیز بود دیگه، والا حضرت بود. بهش گفتم شخصادی. آره your royal highness. من همیشه بهش میگفتم your royal highness. والا حضرت ما میتونیم بشینیم راجع به گذشته صحبت کنیم، هم ما حرف داریم، هم احتمالاً شما حرف داریم، میتونیم بشینیم راجع به آینده صحبت کنیم. خب بله منم آمادم و اینا. هیچ خبری ازش نشد. یعنی اینکه منطقه به جایی نرسید به خاطر این نبود. من حاضر بودم همراه با شهید سلیمانی
بریم رو منطقه کار بکن. آقای دکتر خب ببینید، ما ماجراها رو من عرض کنم به لحاظ ژئوپلیتیک ایران و عربستان هیچگاه با هم رفیق نبودن و این مشکل از دوره صفویه بود. بله. ولی به هر حال ما در دولت آقای روحانی شاهد صحنه هایی بودیم که این وضعیت رو میخواست خرابتر کنه. من یادمه که سال 94 به دعوت یک نهاد حکومتی رفتم مشهد سخنرانی کردم. اینقدر توریست عرب اومده بود در مشهد که بله. اصلا هتل های مشهد که به اندازه تمام هتل های ایران ظرفیت داره جا نداشتن به ما جا بدن. همینطوره. در حالی که من مدعو مثلا دفتر مقام معظم رهبری بودم در مشهد. به یه بدبختی به یه مشکلاتی جا گرفتیم. بلا فاصله بعد از این حمله به سفارت تمام شد. یعنی بزرگترین هدیه این حمله، بزرگترین هدیه به بن سلمان بود و نتانیاهو. بی تردید. تمام شد. اصلا خونه مرحوم شیخ نمر رو سعودی استقبال نمی کرد. وقت نکرد دیگه. نه علتش چی بود؟ نبود که فکر نمی کرد ما نماینده واقعی ایران هستیم. من که گفتم شهید سلیمانی رو میارم. دیگه کسی راجع به این که سلیمانی نماینده ایران تو منطقه است که تردید نداشت. شما فکر میکنید پس چرا قبول نکرد؟ به خاطر اینکه احساس میکردن دست پایین رو دارن در منطقه و میخواستن دست بالا رو پیدا کنن. خب میشه مثل بازی الله کلنگ. من یه بار در مورد جناح چپ و راست در ایران گفتم این هیچ وقت به تعادل نمیرسه. این متاسفانه باز هم حاکمیت میدان اینه که سیاست تپه‌ای حاکم میشه. یعنی سعودی‌ها از فروردین 1394 تا الان که داریم میرسیم به فروردین 1400 میگن 3 هفته دیگه ما یمن رو پیروز میشیم. الان 6 سال گذشته. ما در فروردین 1394 به صلح رسیدیم، به آتش بس رسیدیم در یمن. همه چیز مخالفت کرد. سعودی آقای ایران هیچ نقشی نداشت. نه. من آقای کری توافق کردیم. آقای کری رفت واشنگتن با آقای اوباما. نه. با آقای عادل الجبر که اون وقت سفیر عربستان در واشنگتن بود بهش گفت. عادل الجبر رفت ریاض، برگشت به آقای کری گفت ما توافق کردیم. من داشتم سوار هواپیمای آقای رئیس جمهور می شدم با آقای رئیس جمهور برم اندونزی برای یه اجلاس ویژه کشورهای اسلامی، نه سازمان همکاری اسلامی. و رئیس جمهور اندونزی 15 کشور اسلامی رو دعوت کرده بود، من جمله ایران سعودی. من می خواستم سوار هواپیما بشم، یادم قشنگ تو راه فرودگاه بودم، آقای کری به من زنگ زد. اون وقت هم به موبایل من زنگ می زد. گفت ما تونستیم با سعودی ها توافق بکنیم برای آتش بس. گفتم خیلی خب، منم به انصار الله گفته بودم، انصار الله هم آمادن. من الان دارم سوار هواپیما میشم، ممکنه 8 ساعت در دسترس نباشم و در این حال سعودی ها رو میبینم اونجا. نه، گفتم سعودی ها رو میبینم، ولی گفتم تو همین 8 ساعت ما حل میکنیم. گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم زد. آقای دکتر ظریف، خب بله چی شد؟ حالا ببین، من رسیدم به آقای امیر عبداللهیان گفتم. آقای امیر عبداللهیان چون آقای سلیمانی به من گفته بود جنگ یمن هر یک روزی که زودتر تمام بشه به نفع ماست. به نفع، به خاطر اینکه مردم کشته نمیشن، چیزی از جنگ یمن به دست نمیاد، فقط کشتار مردمه. واقعا نظرش این بودا. نظر سلیمانی این بود تمام بشه جنگ. سلیمانی جنگ طلب نبود. اینا رو من باید بگم، من واسه همین سلیمانی رو دوستش داشتم. بله، ایشون یه صرفا فرمانده نبود. بله، سلیمانی به من گفت هر چیز زودتر تمومش کن. واسه همینم هم بود من با اینکه راجع منطقه با کری صحبت نمی کردم، هر چی تلاش می کرد راجب سوریه صحبت کنه ما صحبت نمی کردیم، ولی راجب یمن چون می دونستم سلیمانی می خواد جنگ تموم بشه و می دونستم هم که تنها کسی که می تونه جنگ رو تموم کنه آقا بزرگه، نه خود سعودی ها، یعنی آمریکا.
آقا بزرگ اونا، نه آقا بزرگ ما. کسی اشتباه نکنه، من نمیگم آقا بزرگ ما، کت خدای ما نیست، آقا بزرگ اوناست. بله. با کری صحبت کرده بودم، خیلی هم وقت با ارزشی رو گذاشتم واسه این کار. یعنی دو روز از مذاکرات هسته‌ای در شرایط حساس تو لوزان رو من گذاشتم واسه این کار. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، رفت فوری مصاحبه کرد. حالا به امیر عبداللهیان هم میرسم. کی؟ حالا بفهمید خواهش من. من به خدا باید برم. تو این چی شد؟ این موضوع خیلی مهمیه. الان میگم. به امیر عبداللهیان گفتم و امیر عبداللهیان رفت مصاحبه کرد که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت. البته جزئیات رو نگفت، ولی این واسه اینکه من قصه‌مو ثابت کنم، شما میتونین برین این مصاحبه آقای امیر عبداللهیان رو بعد تو مثلا فروردین اردیبهشت، حالا آقای دکتر آشنا میتونه بگه که کی سفر آقای رئیس جمهور بود به اندونزی. حالا گوش کن، ما جنوبالی رو فقط 1,000,000 بار بیشتر از آقای امیر عبداللهیان قبول داره. بله بفرمایید. نه نه نه، میخوام بگم که خبر به روزنامه هم رفت. بله. رسیدم به اندونزی. رفتیم فوری تو جلسه، سعودی هم نشسته بودن، بهشون گفتم جنگ یمن تموم شد، گفتن نه. اون وقت هنوز رابطه داشتیم، هنوز حمله به چیز نشده بود. زنگ زدم به امیر عبداللهیان گفتم چی شد؟ گفت کری به من زنگ نزد. زنگ زدم به کری، گفتم آقای کری چی شد؟ گفت چی، محمد بن سلمان زده زیرش به عادل دستور داده که موافقت نکنه. گفتم چی میگه؟ گفت میگه ما 3 هفته دیگه جنگو میبریم. گفتم من به شما قول میدم اینا 3 سال دیگه این جنگو نمیبرن. گفت منم میدونم، ولی چیکار کنم، این حرفو داره میزنه. این تموم شد. خیلی بامزه بود. فرداش اوباما مصاحبه سخنرانی کرد، گفت ایران مسئول ادامه جنگ. به کری گفتم دیگه این دیگه چی کار بود؟ حالا اونا قبول نکردن. یعنی سعودی متوهم بود بر سر یمن. آره. و آمریکا تایید میکرد این توهمو. آمریکا، آقای کری به من تایید کرد اینا متوهمن. فرداش اوباما مذاکره مصاحبه کرد، به جای اینکه بگه سعودی بود که مانع آتش بس شد، گفت ایرانه که مسئول ادامه جنگ. از این اتفاقات زیاد افتاد. شما این اعتراض که به جان کری کردید، ایشون چی جواب داد؟ نگاه شبیه ایرانی نگاه کردن مقداری من دارم. خب ببینیم، حالا تو مذاکرات همین برجام در نوامبر سال 2014، یعنی در آذر ماه 93 93 یعنی 6 ماه قبل از 8-9 ماه قبل از برجام امضا، امضا که نه، تفاهم، چون امضا نشده چیز. خب ما اینا رو میگیم، هی میگن امضا. عرض کنم به حضورتون که بعدم بهش استناد میکنم، میگن تو امضا کرد، خودت گفتی امضا. مجبورم من دیگه بشم ملا نقطی. بله بله. کلمه به کلمه رو درست کنم. قبل از تفاهم آقای دکتر، این جمله شماست؟ نخه، این که جمله آقای عراقچیه، اونم معنی داره، بهتون میگم. نگرش داری؟ نگرش داری؟ نگرش داری تا من اینو بگم؟ بله بله. اصلا خراب کردی کار من. نه خواهش میکنم. بله. چی داشتم میگفتم؟ شما میفرمودید که در دسامبر، در آذر 93، آذر 93 من و آقای کری و آقای اشنایمایر ساعت 10:11 صبح به تفاهم رسیدیم که چارچوب توافق رو اعلام بکنیم، همون چیزی که در لوزان در 13 فروردین اعلام شد. 5 ماه بعد آقای کری پاشد رفت فرودگاه ژنو، یا وین بودیم، وین، فرودگاه وین. آقای سعود الفیصل از پاریس اومد وین، همینی که تو هواپیما دیده، تو هواپیما دیده. خب مهمه، اینو من می‌خواستم سوال کنم. اونجا با هم ملاقات کردن، یکی از شاهزادگانم رفت در واشنگتن با آقای اوباما ملاقات کرد. من و آقای اشنایمایر وقتی کری رفته بود تو اون ملاقات انجام بده، همین آقای که الان شده رئیس جمهور آلمان، نشستیم با همدیگه داشتیم صحبت میکردیم که امرو بعد از ظهر که میخواییم توافق اعلام بکنیم مکتوبش کنیم یا
به صورت شفاهی بگیم ما رو کلیات توافق کردیم از الان، یعنی کاری که ما می‌خواستیم فروردین شروع کردیم انجام دادن، فروردین سال بعدش قرار بود تو آذر سال قبل انجام بشه. چارچوبان هم توافق کرده بود و چارچوب ما این بود که ما 9000 تا سانتریفیوژ، آخر 6000 تا شد، 9000 تا سانتریفیوژ داشته باشیم چیدمانش رو عوض کنیم. خب همه اینا توافق شده بود. آقای کری رفت فرودگاه، برگشت، من و اشتانمایر توافق کردیم که بهتر ما الان نمیرسیم بشینیم بنویسیم بگیم شفاهی. اومد گفت توافق نداری. یعنی سفرشو لغو کرد؟ نه نه، ویان بود، از فرودگاه برگشت پلوما. همین دیگه، سفرش به آمریکا رو لغو. نه اصلا آمریکا قرار نبود بره. ها میخواست بره فقط اونو ببینه و بیاد. فرودگاه اونو دید و برگشت، کاری نداشت. قرارمون هم همین بود که برگرده. عربستان اخلال کرد. عربستان اخلال کرد، باعث به هم خوردن توافق شد. هم به آقای کری برداشتم، خبر ندارم، هم با آقای اوباما قول دادن که ما قیمت نفت رو به شدت پایین خواهیم آورد، ایران مجبور خواهد شد توافق از نظر شما بهتری رو امضا کنه، ولذا اون وقت متوقف شد. خب ببینید، خب یعنی اینا بارها این بازی تکرار شد. حالا بذار اینو بگم، اجازه بدید فرض کنیم عربستان دلش نمیخواد که ایران مسئلهش با جامعه جهانی حل بشه. خیلی ها دلشون نمیخواد. بله، من همیشه گفتم که یک دولت معتدل و متعادل در ایران رابطه تخاصم آمیز با جهان رو تبدیل میکنه به رابطه رقابتی. بله، نه رابطه دوستانه، رابطه داره اختلاف با امریکا. ما رقیبی، ما دشمنی ممکن نشه. اون وقت ایران چه کار میتونه بکنه؟ این اراده حاکم بر عربستانه، ما اسیریم توی این تله به نظرتون؟ نه، ما میتوانیم همونطور که آقای هاشمی فرمودین. پس رسیدیم به عرض بنده؟ نه نه نه، رسیدیم به فرمایش شما. معلومه که رسیدیم به فرمایش شما، همیشه شما درست میگید. نه خیر بوده. نه، عرض بنده این است که شما فرمودین چرا در این دوره این اتفاق نیفتاد. من بله، گفتم آقا اینا هم عکس هاشمی آقای روحانیه. من گفتم موضوع حرف ما تو این روزنامه یه چیز دیگه است، ولی این عکس آقای هاشمی آره. روحانیه آره. آقای هاشمی خودش به من گفت، به سعید لیلاز گفت که حسن روحانی این منه. بله، به من درست سال 1392 وقتی حالا ببینین من... ولی حسن روحانی نشد مثل آقای هاشمی تو این ماجرا؟ نه ببینید، اتفاقی که افتاد این بود که در واقع پیروزی از زمانی که برجام موفق شد یک تصوری شکل گرفت که ما میخواییم اون قدرت میدانی رو فدای قدرت دیپلماتیک بکنیم یا منافعشون رو به هم بزنیم. آقای دکتر نظرتون راجع به این جمله چیه؟ ببینید، راجب این جمله بسیار انتقاد هست از تیم فعلی وزارت خارجه. کسی هم نمیدونه که این آقای عراقچی گفته یا آقای زریب. مهم نیست زریب گفته یا عراقچی گفته، عراقچی و من هیچ فرقی با هم ندارم. بله، یعنی من از اون آدمایی نیستم که مسئولیت بندازم گردن کسی دیگه. آقای عراقچی خیلی بهتر از منم هست، دقیق تر از منم هست. این چیه؟ قانونی تصویب شد در آمریکا برای جلوگیری از سفر کسانی که به ایران سفر کرده بودن به آمریکا. همین چیزی که بعداً در دولت آقای ترامپ اجرا شد. نه 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 نه، این یه قانون دیگه. ببینین، یک برنامه آمریکایی ها دارن به اسم ویزا ویور پروگرام، برنامه‌ای که ویزا ضروری نیست برای 17 تو کشور. یه قانونی تو مجلس نمایندگان آمریکا، یه قانون مهم مهاجرت بود که آقای اوباما واسش خیلی این قانون مهم بود. این قانون رو لحظات آخر اومدن اضافه کردن سناتورهای مخالف ما و لابی صهیونیستی. خب خودتون میدونین که آقای نتانیاهو پاشد اومد مجلس بدون دعوت رئیس جمهور سخنرانی کرد که برجام به هم بزنه. لذا حرکت ها برای به هم زدن برجام فقط در ایران نبود، در آمریکا هم بود، همه جای دنیا. بله، لابی صهیونیستی قانونی رو برد در مجلس آمریکا، در قانون مهاجرت که واسه آقای اوباما خیلی مهم بود
یک بندی اضافه کرد که کسانی که به ایران سفر کردند نتونن از این ویزا ویور پروگرام استفاده کنن. خب این تصویب شد. ما با آقای کری گفتیم آقای اوباما باید اینو به تو کنه. آقای کری گفت آقای اوباما اینو به تو نمی کنه. خب ما گفتیم خب این نقض برجامه، پس برجام دیگه نداریم. آقای کری گفت من دستورالعمل میدم به تمام سفارتخونه ها که هر کس این مشکل رو به خاطر ایران داشت بهش ویزای 10 ساله بدن. اون یک ویزای 2 ساله است، اون ویزا ویبر. این ویزای 10 ساله است. از نظر قانونی این، از نظر اقتصادی این بیشتر میصرفه، یعنی 100 دلار میده 10 سال ویزا داره، در صورتی که اون مثلا یه قیمتی میده 2 سال 80 دلار میده 2 سال داره. نه حالا مثلا اون اون امضایی که آقای عراقچی گفته تضمینه، امضای آقای کری پای این نامه دست، پس اینو تضمین دادن به کل برجام. حالا یه نکته دیگه، مقام معظم رهبری فرمودن تا آمریکا تعهد نکند شما نمیتونید اقدام بکنید، یعنی حق ندارید اقدام، حق ندارید اقدام بکنید. ما برجام رو در شرایط نهگانه آمریکا، مقام معظم رهبری، ما برجام رو تمام کردیم، در مجلس بحث شد، حضرت آقا 9 تا شورای امنیت چی شد؟ از آقا 9 تا شرط گذاشتن. یکیش این بود که آمریکا تعهد بکند همه چیا رو برداره، تحریما رو برداره قبل از اینکه شما اقدام بکنید. حالا آمریکایی ها چی میگفتن؟ این شرط ها رو خودشون گذاشته بودن یا وزارت خارجه؟ نه نه نه، خدا آقا، خدا آقا. شما مطمئن هستیدی؟ بله بله، ما وزارت خارجه و دولت پیشنهاد نداده این شرط ها رو. اگر مشاورین دیگه آقا این پیشنهاد دادن ما نمیدونم، و من به ضرس قاطع میگم ما تک تک اون شرایط رو اجرا کردیم، هر نقطه، حتی بهتر از اونی که بود. خب شرط اول این بود که آمریکا تضمین بدهد که وقتی شما اقداماتون رو کردین تحریما رو برمیداره. چرا؟ تضمین کتبی. نه حالا ببینید، بر اساس برجام ما باید از آقا اینقدر صحبت میکنین من نمیتونم چی کنم، حواسم پرت میشه. بر اساس برجام از زمان اجرا، از زمان به قول شما امضا، از زمان توافق، یعنی از تیر تا حالا ژانویه یا هر وقتی که اونا فکر میکردن میشه می سال بعدش که ما به اجرایی شدن برسیم، خب بعد ایران یه اقداماتی میکرد و آژانس تأیید میکرد تا آمریکا تحریما رو برمیداشت. خب آقا فرمودن خب شما اومدین این اقدامات رو کردین، آمریکا تحریما رو بر نداشت. تعهد آمریکا اینجا مطرح شد. تعهد آمریکا اینجا مطرح شد. چون خب آمریکا نمیومد تحریما رو برداره قبل از اینکه ما اقدام بکنیم. خب ما چه کار کردیم؟ ما گفتیم آمریکا باید تضمین بده، یعنی آقا دو تا کار کردیم. یکی قطعنامه شورای امنیت که تصویب شد، همه اتفاقاتی که تا 10 سال دیگه میفته اتوماتیکه، کما اینکه در اکتبر سال گذشته اتوماتیک بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته تحریم‌های تسلیحاتی تموم شد. اینا خدا شاهده من از خودم تعریف نمی‌کنم، ولی اینا از شاهکارهای دیپلماسیه. آقای شاهکار دیپلماسیه در این قطعنامه، بدون حالا این چه قدنامه یه قدنامه ای که برادران روس ما میخواستن هر 6 ماه یه بار ما رو ببرن تو شورای امنیت. ما قدنامه ای که ما نه عضو شوراییم، نه عضو دائمیم، نه عضو عادییم، نه تو قدنامه نقشی داشتیم، تو قدنامه این در اومد که سر به محض این که آژانس تایید کرد ایران اقداماتشو انجام داده همه چیز لغو میشه. ولی این مال شورای امنیت بود، این تضمین شورای امنیت ما کافی بود. اما تضمین برای خود آمریکا، خود آمریکا، خب ما چه تضمینی میتونستیم بگیریم؟ امضای آقای اوباما. من گفتم شما به من یک تضمین ببینین. آقای اوباما دستور داد به آقای کری، به وزیر خزانه داری، که اگر این اقدامات رو ایران انجام داد، این اقدامات باید انجام بشه.
امضام کرد زیرشو. خب شما من بفرمایید از رئیس جمهور آمریکا، از آقای کری ما چه تضمین دیگری میتونستیم بگیریم؟ این الزامات نهگانه مقام معظم رهبری. بله آقای دکتر ظریف، حالا ببینید رصد انجام جلوگیری از تخلف، نقش و نقض برجام با وضع هر گونه تحریم، توسعه میان مدت اینا رو که انجام دادیم، معامله اورانیوم برابر کیک زرد رو انجام دادیم، نوسازی کارخانه آب سنگین عراق و عراق رو انجام دادیم، پی ام دی رو انجام دادیم، مرجح متن مذاکرات تسین هم انجام دادیم، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف هم انجام دادیم، این نقض برجام و جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل. خب ما چه کار میتونستیم بکنیم؟ من به یکی به شوخی گفتم من دختر آقای اوباما رو میتونستم گروگان بگیرم بیارم ایران که تعهداتشو انجام بده. شما به من بفرمایید در روابط بین الملل دو دولت از هم چه تضمینی میتونن بگیرن؟ شما به من بفرمایید که آمریکا، آیا حالا ما ساده لوح بودیم تو برجام تضمین نگرفتیم یا گفتیم امضای کری تضمینه، مگه آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی جز با امضا کار میکنه؟ نه توافق نداره در مورد سالت در مورد استارت. مگه اینا امضا نشده؟ آقای ترامپ اومد بیرون. مگه اینا حتی مصوبه کنگره نداره؟ آقای ترامپ اومد بیرون. یه چیز بالاتر من به شما بگم، اصلا چرا میریم سراغ شوروی؟ ایران و آمریکا عهدنامه مودت سال 1955 رو دارن، درسته؟ خب شما هم ازش بیرون نیامده بودید. هیچ کس هم ازش بیرون نیامده. آمریکا بر اساس اون ما رو بارها برده سر قضیه قضایای مختلف، ما هم آمریکا رو بردیم. آمریکا در زمان آقای ترامپ از عهدنامه مودت خارج شد. اتفاقی افتاد، اقلا من به همه میگم برجام رو اقلا همه کشورهای دنیا محکوم کردن خروج آمریکا رو، یا اظهار تأسف کردن، یا این قرارداد 1975 الجزایر و صدام زد زیرش، یا چون ما میتونستیم بگیم که پس شاه ضعیف، آره، یا بگیم 75 ضعیف بوده، پس چرا هنوز 75 رو نگه داشتیم؟ امروز آقای روحانی یا آیاتی از قرآن رو خوندن، خیلی آیات جالبیه. اگه اون آیات سوره انفال رو بخونید خیلی خیلی آیات جالبیه، داره راجع به شر الدواب صحبت میکنه، میگه بدترین جانوران نزد خداوند کیان؟ کسانی که پیمان میبندند و هر بار پیمانشان را میشکنند. خب همینا رو ادامه میدیم، میای پایین میرسی به اون آیه آخر. اگر همین افراد برای صلح دستشون رو دراز کردن، بپذیر و توکل علی الله. حالا ما با آمریکا اومدیم پیمانی بستیم، چی کارش میکردیم که این تعهد، حالا امضای کری اصلا تعهد نیست، چی تضمینه؟ دیوان بین المللی دادگستری تضمینه؟ ما آمریکا رو بردیم دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی دادگستری رأی داد که آمریکا باید اقدامات خودش رو متوقف بکنه و زیر بار نرفت. زیر بار که نرفت، هیچی از عهدنامه 55 خارج شد. ما شورای امنیت ملل متحد عهدنامه صادر کرد، نپذیر، آمریکا اجرا نکرد. یه نکته رو من اینجا بگم و این بحثمون واسه امروز تموم بکنیم، حالا یه وقت دیگه. آقای دکتر من این بحث برجام حداقل تموم کنم خدمتتون. آیا فکر میکنید الان جناب بگین من بگم چه؟ ببینین برجام قرار نبود آمریکا رو از بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا بیاره بشوندش جای ایران. برجام قرار نبود آمریکا رو از بزرگترین قدرت نظامی ایران دنیا بیاره بشوندش جای ایران. کوتاهی کردیم آقای دکتر. هیچ جا کوتاهی نکردیم. از چی شد؟ اصلا هیچ توافق بین المللی قرار نیست که این کاری رو بکنه. توافق بین المللی این است که شما روابط رو تعدیل میکنی. شما مگه
چراغ قرمز که میذارین، حالا تازه در کشوری که قوه قاهره وجود داره، در جامعه بین‌المللی که قوه قاهره وجود نداره، به اصطلاح طبقه بندی درجات قدرت وجود نداره. نیچر استاتوس توماس هابز حاکمه تو روابط بین. حالا من که توماس هابز رو قبول ندارم، من که ولی واقعیت نیچر لاک رو قبول دارم، چون من رئالیست نیستم. نه من رئالیستی به استیت اف نیچر هابز رو قبول داری. بله. لویتان قبول داری. واقعیت قضیه اینه. ببینید آید حالا بذار این وسط دعوا نرخ تعیین کنیم. قانون قرار نیست روابط قدرت رو عوض کنه. قانون قرار روابط قدرت رو قانونمند کنه. یعنی هابز. نه خیلی. بستگی داره. بله ببخشید. بله. بستگی داره. یعنی یه لویاتان میخواد و در روابط بین المللی لویاتان وجود نداره. قدرت قاهره نیست. بله کسی هر کی زورش بیشتره. نه اینجورام نیست. اینجورام نیست. اون زمانهای شاه میگفتن یک کمی هم حزب مردم زنده باد. حالا یه وقتی اگه فرصت کردیم میشینیم صحبت با افتخار. ولی نه من میگم واقعیت قضیه شاید اینه. من یه سوال ازتون بپرسم بعد حضرت عالی ادامه بدید. ببینید حضرت عالی، حضرت عالی قرار بود ساعت 3 مرخص شما از حضور شما. جناب عالی فرمودید که 4 ها چهار دقیقه به یه رو بشه. آقای تو این آخرین بحثمونه. جناب عالی فرمودید که چند بار که برجام شاهکار بود. دو تا نگاه راجع به برجام وجود داره. یه نگاهی که شما میفرمایید که و میگید که ما اشتباه نکردیم یا حداقل اشتباه بزرگی نکردیم و همه روابطی که میتونستیم رو به کار بردیم، تعبیر قشنگی به کار بردیم. اگر من تیم فوتبالی بودم که حریفم تو زمین نمیبود، شما میتونستید منو سرزنش کنید چرا 500 تا گل نزدم، ولی وقتی حریفم تو زمین روبرومه 3-2 بردن خیلی هنره. اینه حریفت تو زمین که باشه 0-0 هم خیلی هنره. اون حریف وقتی که باشه. وقتی 6 تا تیم اومدن توی میدون و ما هم تو چاله میخواییم بیاییم، ما هم تو چاله ایم، بعدم اونا هر کدومشون صدها کارشناس دارن، شما کل تیمت آقای دکتر و ساعت ما نفرم از پشت دارن بهت خنجر بزنن. راجب یه داکیومنت ما راجب پیغمبر اکرم الان 100 تا قرائت داریم برای 1500 سال پیش، ولی راجب یه داکیومنت و یه وضع موجود الان دو تا قرائت وجود داره. یکی قرائت دلواپسان وطنیه که میگن آمریکا سر ما کلا گذاشته، یکی قرائت آقای ترامپ که میگه ایران سر ما کلا گذاشته. کدوم اینا درسته؟ خب ببینم، آقای ترامپ وقتی که میگه راجب مثلا قدرت میدانی ایران چرا حرفش حجته، ولی وقتی راجع به قدرت دیپلماسی ایران میگه حرفش حجت نیست. من خودم وقتی دیروز روزنامه جروزالم پست میگه ایرانیا بی‌نظیرن در دیپلماسی، به ما که نمیگه، واسه مخاطبین خودش میگه حرفش حجت نیست، ولی وقتی میگه ایرانیا مثلا تو منطقه دست ما رو بستن اون حرفش حجت. به هر حال داوریتون چیه راجع به برجام؟ به نظر من، من نمیگم برجام 2-0 به نفع ایران یا حتی 3-2 به نفع ایران، در یک شرایط نابرابر ایران در برابر همه جهان یه توافق برابر کرده. یعنی ما بازی 3-0 باخته رو تبدیل کردیم به جفت 3، بازی 6-0 باخته رو تبدیل کردیم به جفت هیچ، حالا یا جفت 6 لااقل، یعنی 6 تا گل ما زدیم به طرف مقابل. وقتی ما اومدیم تو بازی اون 6 تا گل به ما زده بود. ما اگه آقای دکتر روحانی میگه 3-2 به خاطر اینکه او 3 تا گل زده، آقای روحانی 3 تا گل زده، ولی قبل از اینکه آقای روحانی بیاد تو میدون 3 تا گل خورده بود. ما 3-0 بودیم، 6-0 بودیم، شدیم 6-6. آقای دکتر میبینید که یک روزی، ببینین یه نکته دیگه هم بگم، اگه برجام اینقدر بد بود، اگه برجام اینقدر یک طرفه بود، چرا آمریکا نتونست ازش استفاده کنه خارج بشه؟ چرا آمریکا از برجام استفاده نکرد؟ چرا آمریکا همجور زد زیر میز؟ نمیتونست بیاد از این قرارداد ننگین متعفن استفاده کنه؟ استفاده کنه، بگه بند 37 برجام به من اجازه میده ازش خارج شم. چرا نکرد؟
چون نمیتونست. جناب آقای دکتر ظریف، فکر میکنید که بعد از 42 سال تجربه مداوم در یک شغل، و این افتخاری است که کمتر گیر کسی میاد، و به ته رسیدن این شغل، به قله‌اش رسیدن، شما برای آینده روابط ایران و ایالات متحده دورنمایی میبینید که از حالت مخاصمه به رقابت تبدیل بشه؟ ببینید من من اعتقاد خودم رو صریح راجع به روابط ایران و آمریکا بگم. ما در حوزه های راست میخوام خسته نشید آره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خلخالی صادق، شیخ صادق، رئیس کمیسیون روابط مجلس سوم. من رفته بودم گزارش 598 بگم. چه اوضاعی بوده که آقای خلخالی رئیس کمیسیون روابط خارجی بود؟ آره. آقای آشنایی اینا چی درست کرده بودن اون موقع؟ بله میفهمم. من رفتم گزارش بدم، نشستم تو کمیسیون، آقای خلخالی گفت آقای ظریف، حالا با همون لحجه، اسرار مگو را بگو. به ترکیه گیری. آره. یه بارم یه جلسه همون وقتا، من هم تازه اومده بودم ایران، رفتم واسه اصحاب رسانه آخرین تحولات 598 بگم. محمد آقای هاشمی که ما بهش میگفتیم پدر، چون ما به همه بله. ما تو آمریکا به هم میگفتیم برادر، ولی چون محمد آقای هاشمی مسئول تدارکات بود و پیر بود. نه اصلا ما پیرتر بود، رومون نمیشد به اون بگیم، خودم پولدارتر بود. آره بله. رومون نمیشد بگیم برادر، میگفتیم پدر، بچه ها بهش میگفتن پدر، مثلا من میگفتم برادر جواد به من. حالا ما سه تا جواد بودیم توی بکلی، من بودم، جواد لاریجانی بود، یه جواد دیگه هم بود، سه تا برادر جواد داشتیم، ولی به اون میگفتیم پدر. پدر تو جلسه رئیس صدا و سیما بود، محمد هاشمی، گفتش که آقای ظریف، بعد از اینکه من گزارشم دادم، لااقل تو تلویزیون نگاه میکردی، اونقدی که ما به مردم میگیم گفتیم، به خودمون میگفتی، تو که اونقدم به ما نگفتی. بله، حالا بیشتر از اون بگید. آره. لطفاً. حالا من ببینید، من معتقدم ایران و ایالات متحده هیچگاه با حفظ هویت جمهوری اسلامی رفیق نخواهد شد. هیچگاه همه مسائل ما با امریکا هم حل نخواهد شد. اما اعتقاد دارم ما اول باید در داخل ایران با هم تفاهم بکنیم، و این کار کردم. من در دهه 70 شمسی، زمانی که آقای دکتر روحانی دبیر شورای امنیت ملی بوده، چنین چیزی رو نوشتم، خدمت خودشون هم تقدیم کردم، خدمت اصل آقا هم تقدیم کردم، قبل از اینکه برم نیویورک، یعنی اواخر دهه 70. ما باید یه فهرستی درست کنیم، بگیم ما با آمریکا این مشکلات رو داریم، آمریکا با ما این مشکلات رو داره، یه ستون مشکلات خودمون با آمریکا، یه ستون مشکلات آمریکا با ما، این مشکلات با همدیگه قابل حل. این 5 تا مشکل هم ما نمیخوایم حل کنیم، بنویسیم که اصلا ما نمیخوایم این مشکلات رو حل کنیم. مثلا ماهیت جمهوری اسلام نمیخوایم حل کنیم، شناسایی رژیم صهیونیستی نمیخوایم حل کنیم، یکی دو تا سه تا موضوع میمونه، نمیخوایم حل کنیم. نه، ما 50 تا موضوع داریم، 15 تاشو نمیخوایم حل کنیم، بنویسیم اینا، دورش خط میکشیم، میشینین روبرو آمریکا، میگین آقای آمریکا، این سیاستی که آمریکا با چین به نتیجه رسید، ما با شما در این حوزه ها میتونیم کار کنیم، در این حوزه ها نمیتونیم کار کنیم، در این حوزه ها میتونیم به تفاهم برسیم، در این حوزه ها با هم اختلاف خواهیم داشت. کشورهایی که با هم دیگه رابطه دارند الزاماً در همه حوزه‌ها با هم دیگه، شما این رو عملی می‌بینید که بله، ما رابطه‌مون رقابت‌آمیز، عملی می‌بینم. حالا اسمشو شما می‌خواید رقابت بذارین، اسمشو می‌خواید بذارین مثلا آتی‌سازی. نه، مدیریت دشمنی، حتی مدیریت تنازع. من البته می‌دونید که تخاصم من و رقابت، من از کلمه دشمنی خوشم نمیاد به عنوان ابزار زمامداری، و کمترم به کار میبرم. یا دشمنی کنترل شده، حتی مدیریت تنازع، مدیریت اختلاف. ما میتوانیم با آمریکا مدیریت اختلاف داشته باشیم، حتی مدیریت تنازع داشته باشیم، نیازی به تخاصم نداریم، نیازی به تنش هم نداریم، ولی بدون این
شما کارهای من اینو بگم، اولین باری که در تاریخ ما برای اقدام مثبتمون از آمریکا ما به ازا گرفتیم برجام بوده. قبل از اون اقدامات مثبت متنابهی ما برای آمریکا کردیم. مجانی. مجانی. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت نشستیم بگیم آقا ما این کارو میکنیم. این ما به ازا چی بود توی برجام آقای دکتر؟ ما به ازا چی بود؟ اولین ما به ازا این بود که بدون موافقت آمریکا شش قطعنامه فصل هفتمی تمام نمیشد. من میگم آقای احمدی نژاد مذاکره ما با آمریکا رو غیر قابل اجتناب کرد، چون بدون مذاکره با آمریکا امکان نداشت. آقای جلیلی مذاکره ما رو با آمریکا غیر قابل اجتناب کرد. بدون مذاکره با آمریکا امکان نداشت قطعنامه فصل هفتی تمام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه عضو دائم میتونه همیشه وتو کنه. مثل تحریم ها کل قطعنامه یا توی تحریم ها چه دستاوردی؟ اصلا تحریم های آمریکا رو برکن. ببینید تحریم های آمریکا رو اصلا بذارید کنار. بدون آمریکا چگونه شما می توانستید شش قطعنامه فصل هفتی رو کنار بگذارید؟ بدون آمریکا شما چگونه می توانستید از تحت فصل هفتم شورای امنیت خارج بشید؟ آمریکا قدر قدرت نیست، اما وقتی موضوع رو برد تو شورای امنیت، وقتی از شما امنیتی سازی کرد، همون کاغذپاره ها، وقتی شما رو برد تحت فصل هفت شورای امنیت، آقای جلیلی و آقای باقری هنوز میگن ما تحت فصل هفت نیستیم. میدونی منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که تحت ماده 42 فصل هفت نیستیم. حالیشون نیست دوستان ما که فصل هفتم منشور ملل متحد از ماده 39 تا ماده 51 توشه. یعنی دروغ میدونید شما این اصطلاح، این ادعا رو؟ دروغ از دروغ بدتر، فاجعه میدونم. چون ما کسی که میخونه تو قطعنامه نوشته decides under paragraph 41 of chapters article 41 of chapter 7، حتی اگر میگفت فقط میگفت ببخشید acting، تمام قطعنامه های فصل هفتی acting، آخرین جمله مقدمش میگه acting under chapter 7 یا acting under article 41 of chapter 7. حالا این آرتیکل میتونه 40 باشه، 41 باشه، 42 باشه. سه مرحله است. قطعنامه 1969 تحت آرتیکل 40. قطعنامه 1937 تا 1696 ببخشید. 1696 تحت آرتیکل 40، یعنی اقدامات موقتی. ما وقتی اقدامات موقتی رو اونا میگن از 41 به 42 نمیرفتیم. نه دیگه ببینید 39 هم فصل هفته، یعنی فقط تهدید صلح امنیت تصور کردن فصل هفت میشه. وقتی گفت 40 یعنی شما تهدید صلح امنیتت محرجه. حالا شورای امنیت در برخورد با تهدید صلح امنیت میگه شما این اقدامات موقتی رو بدون تأثیر بر حقوقت انجام بده. میرسه به 41 شروع میکنه به ضمانت اجرای اقتصادی، میرسه به 42 نفت در برابر قضا، نه 42 میشه اقدام نظامی، نفت در برابر قضا هنوز 41، 42 میشه اقدام نظامی. خب آقا این که گفته 41، خب وقتی که شما رفتی تحت این فصل باید بتونی خارجی. خب خروجش دست آمریکا بود. نه خروجش آمریکا میتونست وتو بکنه. بله دیگه وتو آمریکا. اگر 2231 رو با آمریکا توافق نکرده بودی آمریکا الان با ویلا بود. چه الان شما 6 تا قطعنامه داشتی. خب ببینید این بود، شما این رو گرفتید، شما خروج از فصل هفت رو گرفتید، شما رفع تحریم ها رو هم گرفتید، دو سال این کار رو انجام دادید. در این دو سال ما کمکاری زیاد کردیم در داخل. در داخل ما 85 میلیارد دلار سرمایه گذاری آماده در ایران داشتیم. شما به عنوان یه اقتصاددان به من بگو اگه 85 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران شده بود ما 1000 تا دعاگو داشتیم. آقای ترامپ میتونست به این راحتی تحریم ها رو بر ما تحمیل کنه، اروپایی هم انگارشون نه انگار ژاپنی هم ما کاری کردیم که هیچ کس خدا خیر بده به ایشون، آقای دوری اسپانی خیلی خدمت کرد در همین که باشون هم برخورد شد. زندان بود، هنوزم فکر میکنم زندان. خب من به شما بگم چی بود مشکلش آقای دکتر به نظرت؟ ما
مشکل ایشون این بود که کدوم کشوری با مردان خودش اینطوری رفتار میکنه؟ ایشون اگر نبود ما 1,700,000,000 دلار رو نتونسته بودیم بگیریم. بعد از اینکه ایشون 1,700,000 رو گرفت، در کنار هواپیمایی که 1,700,000 آورده بود، با خانم یه خانومی اسمش مال وزارت، یه خانم ایرانی تو وزارت خارجه آمریکا کار میکنه، عکس انداخته، همون عکس مدرک جورج. واقعا دوریه این غلبه میدان بر دیپلماسی، اینم یکی از چیزاشه، یکی از تجلیاش، یا کارهای مذاکره و اینا رو ممکن بود که، یعنی این اتهاماتی که به ایشون زدن شما اصلا قبول نداری؟ ایشون من جز خدمت بین من گفت دایی جان نابر اون گفت اینقدر فاصله است بین بهش و جهنم. واقعا این مشخاصه میگه که شما اگه میترسیم میگیم من نمیترسم. من بین میگم تا قبل نه راستش رو بخوام، ما زمانش تلویزیون نبود تو خونمون. من وقتی داشتم میرم آقای دکتر ظریف بدون تردید زیباترین سریال تلویزیون تاریخ ایرانه. آره واسه همین من انقدر لطفاً ببینید. آره جدی میگم بعد این کار بکنم. من خیال کردم که همه اینا تو کتاب دایجان ناپلئونه. در مسیر تهران به سان فرانسیسکو که داشتم میرفتم کتاب دایجان ناپلئونو خوندم، چون هی شنیده بودم تو این فیلم میگن برج سان فرانسیسکو. گفتم اقلا من رفتم سان فرانسیسکو، مردم بهم گفتن برج سان فرانسیسکو. البته یه خود تو کتابش برج سان فرانسیسکو نیست. ایشون چه خدمتی و چه مشکلی داشت؟ حالا اونو باید از اونایی که میگم، من جز خدمت از ایشون ندیدم. حالا این بحث مفصل، بحث‌های اقتصادی برجامه که واقعا در بحث اقتصادی برجام هم دوستان ما، البته بحث تخصصیه، من هم تخصص ندارم در حوزه. ولی راجبی صحبت نشد زیاد. ها راجب چی؟ راجب وجوه اقتصادی برجام. حالا اینا همش خودش یه بحث دیگه. چرا کمتر راجب این استراتژی مذاکراتی بنده بود که اگر وارد بدبستان اقتصادی در برابر هسته‌ای بشم خطوط قرمز آقا رو رد میکنم. آقای دکتر ظریف جنوبالی ممکنه خست... در این استراتژی اشتباه کرده باشه. ما شما رو خستتون کردیم. من یه دو تا نکته فقط دارم، یه پرسش و یه خواهش. پرسشم اینه که بعد از این همه سال کار کردن و به ویژه با آقای دکتر روحانی، بزرگترین توصیف و بزرگترین گلایه‌ای که ازشون دارید و بزرگترین توصیه‌تون چیه به ایشون؟ فرض کنید آقای روحانی اینجا نشستن به عنوان نفر سوم. توصیف، گلایه و توصیه. فکر میکنم بزرگترین توصیف من از ایشون یکی شجاعت ایشون، یکی توکل ایشون که به نظر من مهمه. بزرگترین گلایم از ایشون در واقع چیشونه؟ بالا نشستنشونه و فاصله زیادی که دارن. بزرگترین توصیف. شما شجاع‌ترین وزیری هستید که این جمله رو تا الان حاضر شدید بگید. بقیه رو من نتونستم ازشون بکشم بیرون. اینو من تصدیق میکنم که شما بزرگترین بقیه کابینه هستید. بزرگترین توصیه من به ایشون اینه که بیشتر گوش کنن. این رو هم از یک وزیر محترم دیگه شنیدیم. آقای دکتر، خواهشی که ازتون داشتم این بود که ما این گفتگو رو برای یه تاریخ داریم انجام میدیم. آره بیشترش هم همون تاریخ میمونه. امیدواریم که امروز ششم اسفند 1399، نمیدونیم شاید تا خرداد 1400 آقای دکتر ظریف یا در این کسوت یا در معاون اول، کسوت معاون اول یا رئیس جمهور یا در منزل پیجامه به پا یا جای دیگه. نه نه. راه راه به تن انشالله. اگه آقایون اونجایی که من رفتم خدا کنه هرگز گذاری شما نیفته بهش، ولی خطاب به تاریخ و رو به دوربین لطفاً چند تا جمله به آیندگان این کشور بگید لطفاً از سویدای قلبتون. جدی جدی واسه من معتقدم کار برای تاریخ نکنید، چون خطاب به تاریخ دارم میگم. خیلی نگران تاریخ نباشید، نگران خدا و مردم باشید. تموش. جناب آقای دکتر ظریف، از همه تحمل و صبری که داشتید، اونم تو این روزهای حساسی که هر ثانیه شما کار بزرگیه و گرفتاریه، سپاسگزاریم. ما خیلی خیلی سوال داشتیم، همه را قیچی کردیم. حالا دوباره میام یک سوال کنیم. محدودیت شما، امیدوارم اینطوری بشه.
ازتون متشکرم. قربون شما.